درود بر شما. 22 اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی و 12 می 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به اتاق بازرگانی ایران، حیات خلوت راندخاران حکومتی. پرده آخرم طبق روال معمول آخر برنامه خواهیم داشت، اما قبل از هر چیز اشاره بکنم به اعدام یوسف مهراد و صدرالله زاهدی زارع. دوشنبه 18 اردیبهشت جمهوری اسلامی دو جوان مملکت رو که یکی 3 بچه قد و نیم قد داشت و دیگری تنها سرپرست مادرش بود به اتهام سب و نبی اعدام کرد به دلیل آنچه گفته شده، توهین به پیامبر اسلام و قرآن. در کانال تلگرامی و فضای مجازی، کانال تلگرامی به اسم علیه خرافات، باری این مجازات یعنی قتل، به همین دلیل یعنی توهین به پیامبر و قرآن، بنا به گفته دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در صدر اسلام هم انجام میشد توسط خود پیامبر اسلام. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چندین بار برای از بین بردن دشمنان عنودی که در پی ضربه زدن به اسلام بودن، افراد فرستادن رو غافلگیرانه کشتن. به عنوان نمونه یک زن خبیثی بود به نام اسماء بنت مروان، همسر یزید بن زید خوتمی، شوهرش رئیس قیش شاعر بود. شاعرم میدونید اون موقع بزرگترین رسانه بود، بر علیه اسلام اشعار ناجوری میسرود، فوری هم پخش میشد، امنیت روانی مسلمان ها رو به خطر انداخته بود. حضرت عرض کنم عمیر ابن عدی یکی از اصحابش رو مأمور کرد نفوذ کنه داخل عرض کنم قبیله اینها، از یک فرصتی استفاده کنه غافلگیر کنه این زن رو بکشه و کشتن. کسی که رسانه‌ای شده علیه اسلام او رو از بین بردن. یا یک یهودی بود، پیرمردی هم بود، ابو افک، او هم شاعر بود علیه اسلام شعر می سرود و هم در پی این بود چند تا قبیله رو بر ضد اسلام متحد کنه به جنگ اسلام بیاره. حضرت باز یکی از اصحابش به نام سالم ابن عمیر رو فرستاد، رفت داخل قبیله این فرد، اعتماد او رو جلب کرد به گونه‌ای که گفت منم اومدم با شما علیه پیغمبر بجنگم، به گونه‌ای که افراد قبیلهش دیگه او رو با ابو افک تنها میذاشتن. از یه فرصتی استفاده غافلگیرش کرد، زد او رو کش و این توطئه رو خونسا کرد. یا کعب ابن اشرف، شاعر پلید یهودی که علیه نوامیس مسلمان اشعار مستهجنی سروده بود، حضرت محمد ابن مسلمه انصاری که برادر رضایی او هم بود، او رو فرستاد فریبش بدن، غافلگیرش بکنن و کشتنش. امروز در قرن 21 مشکل واقعا این نیست که اون ترورها و قتلها چقدر موجه بود یا نبود، کما اینکه حتی بسیاری از باورمندان به دین و مذهب و محمد و قرآن امروز بر اساس منشور جهانی حقوق بشر کشتن به خاطر عقیده رو جنایت میدونن. مشکل امروز این است که حکومتی در ایران بر سر کاره که متعلق به امروز نیست. شیوه ها و روش های زندگی و حکمرانی 1400 سال پیش رو به نام قانون داره اجرا میکنه. مشکل خود این حکومته و البته همیشه این قول معروفی است که همیشه مشکل وقتی شناخته بشه راه حلش پیدا میشه. اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشکیلات نماینده بخش خصوصی اقتصاد به اصطلاح برای مردم چندان آشنا نیست، اما برای راندخاران خیلی آشناست. شناخت اتاق بازرگانی هم از این جهت مهمه که به ویژه بعد از انقلاب یکی از مراکز مهم راندخاری و تقسیم سهم خرد مافیاهای جمهوری اسلامی بوده.
تاریخ رسمی اتاق بازرگانی به سال 1305 زمان سلطنت رضا شاه پهلوی برمیگرده. قبل از اون تاریخ هم یک جمعی به اسم مجلس وکلای تجار تشکیل شده بود برای حفاظت از منافع تجار و بازرگانان. هیچ وقت در تمام طول دوره حدوداً 100 سالش اتاق بازرگانی تکلیف خودشو نتونسته بفهم یا نذاشتن بفهم. قرار بوده است مثل همه اتاقهای بازرگانی در کشورهای دیگه تشکیلات مدنی تجار و بازرگانان باشه، ولی عملاً همیشه تحت نفوذ و سلطه آشکار و پنهان حکومت ها بود. قبل از انقلاب گاه قدرت زیادی پیدا می کرد، وارد خدمات خیریه می شد، بیمارستان می ساخت. بیمارستان بازرگانان همین الان جنوب تهران هست. نمی دونم دهه 30 تو آلمان زمین می خرید، مسجد هامبورگ و مرکز اسلامی هامبورگ که الان هم هست تأسیس می کرد. این دهه 30 دست ساختن. رؤساش در دولت و در مجلس نفوذ داشتن، رؤسای اتاق بازرگانی، اما هیچ جا از انجام وظایف یک تشکیلات چانه‌زن بازرگانان و تجار با دولت در تقریبا تمام تاریخ 100 ساله اتاق بازرگانی نمونه دندونگیری نمیتونیم پیدا کنیم. از طرف دیگه قدرتش عرض کردم گاه در حدی میشد که زیاد میشد که رئیس اتاق بازرگانی میتونست با یه تلفن حتی ممنوعیت های حکومتی رو جابجا کنه. یه نمونه عرض کنم. به گزارش تاریخ ایرانی، اسدالله عسکرولادی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و چین که سال 98 مرد، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا خاطره ای رو گفته بود به این ترتیب. اواخر مرداد 1357 بود، یعنی چند ماه قبل از انقلاب 57، من برای دیدن قوم و خویشمان آقای محمدعلی بنکدارپور به اتاق بازرگانی رفتم. ایشان که داماد دایی مادرم بود آن روزها در سمت دبیرکل اتاق فعال بود و فکر کردم از نفوذ او برای رفع ممنوعیت خروج برادرم حبیب الله عسکرولادی کمک بگیرم. می‌خواستیم به پاریس برویم اما حبیب الله ممنوع الخروج بود. به هر حال روزی که وارد دفتر آقای بنکدارپور شدم دیدم علی نقی خاموشی نشسته است. آقای بنکدارپور معرفی کرد و گفت این آقا رو میشناسی؟ خاموشی گفت بله، برادر حبیب الله است. برای اولین بار با هم دست دادیم و رو بوسی کردیم. بعد هم بنکدارپور من را به دفتر طاهر ضیایی برد که آن روزها رئیس اتاق بازرگانی بود. یعنی بنکدارپور دبیرکل اتاق بود و طاهر ضیایی رئیس اتاق بازرگانی. بنکدارپور از ضیایی خواست با رئیس شهربانی تماس بگیرد و ممنوع الخروجی حبیب الله عسکرولادی را مطرح کند. او هم گفت تماس میگیرم اما یک شرط دارد، باید در جشن روز 28 مرداد شرکت کنی. قبول کردم و طاهر ضیایی با رئیس شهربانی تماس گرفت و گفت فردی به نام عسکرولادی فردا میآید و شما کارش را انجام بده. از اتاق بازرگانی به رئیس شهربانی. به هر حال کار برادرم فردای همان روز حل و فصل شد و من هم روز 28 مرداد به خاطر قولی که داده بودم به مخبر الدوله رفتم، اسدالله عسکرولادی میگه، و در مراسم 28 مرداد شرکت کردم. اسدالله عسکرولادی و داداشش حبیب الله که دارین عکساشو میبینین، دو عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی که هر دو عرض کردم مردن، و علی نقی خاموشی که عکسش دیدین هنوز زنده است. در این سه تا در 3-4 دهه گذشته از گرداننده های اصلی اتاق بازرگانی بودن. باری قبل از انقلاب همه تجاری که تو کار صادرات و واردات بودن باید ضرورتا کارت بازرگانی می داشتن. البته امروز هم همینطور هست. آدم های اصلی اتاق بازرگانی در قبل از انقلاب و در حداقل دو دهه اول انقلاب بازاریا و تاجران عضو مؤتلفه و اعضای انجمن ضد بهاییت بودند و افراد دیگری که در قبل از انقلاب، به ویژه افرادی که نه در بعد از انقلاب، در قبل از انقلاب یه عده تکنوکرات هم بودند که مثالهایی زدم در همین خاطره اسدالله عسکرولادی بود. به هر حال به ویژه در بعد از انقلاب همین مؤتلفه و انجمن ضد بهاییت خیلی هاشون بودند. همین سه نفری که اسپردم خاموشی و داداشای عسکرولادی از جمله اینان، چون اصلا بازار به طور سنتی دست مؤتلفه بوده و اتاق بازرگانی هم
رگ اصلیش بازاره. بعد همچنان که نقش عملی حکومت در اتاق بازرگانی بیشتر شد در طول 40 سال گذشته، طیف های دیگه هم شدن آدم های اصلی اتاق. یعنی هرچه طیف راندخاری از قبل اتاق بازرگانی متنوع تر شد که حالا خواهیم گفت، آدم های اصلی اتاق بازرگانی هم از طیف های متنوع تر حکومتی شدن. دیگه دست مختلفه فقط نبود، اصولگرا، اصلاح طلب، هر دولت هایی که میمدن آدم هاشون رو میچپوندن اونجا، که میگم حالا برسیم اشاره هایی خواهم کرد. به هر حال دیگه الان فقط مؤتلفه ای نیستن، طیف های دیگه اصولگرا از جمله احمدی نژادی ها و اصلاح طلب ها هم سهم خودشون رو دارن و هر چه گذشته دعوای همیشگی سر سهم شیر در اتاق بازرگانی شدیدتر شده. تو همین فروش اموال دولت که سال گذشته با یه هیئت انتصابی 7 نفره رهبر جمهوری اسلامی به جریان افتاد، اعضای هیئت رئیسی اتاق بازرگانی بیش از همه سود میبرن. همینا هستن که از جزئیات بازار خبر دارن پیش از این که من و شما تو بازار بفهمیم. همینا هستن که پشت در واستادن تا اولین کسایی باشن که از این سفره بکنن. بارها من عرض کردم این فرمایش شما رو، گفتم شما وقتی سفره رانتو ولو میکنی میندازی یه سفره فراخی که رانته، دیگه نمیتونی بگی تو چرا نشستی اینجای سفره، تو چرا نشستی اونجای سفره. این منظر ماست با حاکمیت، که تو نحوه سیاست گذاری منجر به توزیع رانت میشه. این به جای خودش، دارم این ور نگاه میکنم. تویی که میگی من نماینده بخش خصوصی هم، تویی که اومدی اقتصاد رو سالم بکنی تو شعارات، تویی که شعار میدهی که من سالمم دولت خرابه، تو چرا میری پای اون سفره؟ تو وایس ببین کی میره پای اون سفره، بیا تر کن، برو اعلام کن. بله، من معتقدم که بخش خصوصی هم باید پاسخگوی عملکرد خودش باشه. اگه جای ضعف داشته باید، من که الان راجع به انتقاد ریاست جمهوری صحبت نمی‌کنم که بیان دولت رو نقد بکنم، دارم راجع به اتاق صحبت می‌کنم. اتاق یا ناظر بر رانتخاری، ناظر ساکت بر رانتخاری، یا چون دم دره وایساده زودتر میشینه سر اون سفره. داشتیم موارد این چنینی دیگه که نشسته اول سر سفره. آدم داشتیم اومده تو هیئت رئیسه اتاق ایران که تا قبل از این که بیاد تو هیئت رئیسه، مثلا یه شنوماسه فروش بوده تو شهر خودش، معدن شنوماسه، بعد مثلا الان 14 تا شرکت دانش بنیان و نفت و گاز و نمیدونم فلان اینا زده. ما اینا کی چش مثلا قلیونچی بوده تو شهر خودش، از این قهوه خونه ها داشته که قلیون چاق میکنن توی حموم تاریخی، بعد الان مثلا شده آقای دکتر فلان، مثلا شرکت دانش بنیان فلان. ببین اینا حال آدم رو هم میزنه، مثلا نمیشه راجع به اینا بشینی و ساکت باشی. بررسی تاریخ تشکیل و پیشینه همه اتاقای بازرگانی در جهان براتون عیناً بذارین، اون متن رسانه های جمهوری اسلامی بخونم، کار دارم به خاطر این میگم. رو متن نشان میدهد این بررسی که مأموریت و هدف اصلی این اتاقها برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان و تسهیل روند معاملات آنان بوده است. در پایگاه خبری اتاق آنلاین تعریف و وظیفه اتاق بازرگانی ایران توی وبسایت اتاق آنلاین تو همون 2 سطر اول نوشته شده، داریم میبینیم. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل تشکل‌ها شناخته می‌شود و نقش مشاور سه قوه را بر عهده دارد. همش غلط. نه پارلمان بخش خصوصی است، نه تشکل تشکل‌ها، نه مشاور سه قوه اجرایی و قانونگذاری و قضایی. انصافاً اگر کسی بخواد اتاق بازرگانی رو به طور خلاصه بشناسه، شسته رفته این گفتگویی که یکیش پخش کردیم، گفتگوی اعتماد آنلاین رو با مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین باید ببینه. در 2 کلام میگه اتاق بازرگانی یعنی اتاق لابی با حکومت. اتاق خصوصی ترین نهاد نظامه، ولی مال نظامه. و دولتی یعنی حکومتی ترین نهاد بخش خصوصیه،
یه مرزی اینجا وجود داره، بخش خصوصی میاد تا میرسه به یه جایی که دیگه داخل حاکمیت قرار میگیره، بخش حاکمیتی میاد یه جایی که نزدیکترین مکان به اقتصاد خصوصی و اینجا میشه اتاق. اتاق بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، در مجلس این نظام تشکیل شده، پس بخشی از بدنه نظامه. اینی که شما فکر بکنی یارو بیا تو اتاق اپوزیسیون نظام باشه خیلی مسخره است. شما قبول کردی بیای داخل یه بازی که قواعدش این نظام نوشته. شما نمیتونی بری داخل زمین فوتبال و بعد وسطش با دست توپو بگیری، دیگه اونجا هنده. پس شما اگر بخشی که فکر میکنن اتاق اپوزیسیون باید بشه و اینا، اونا یا نفهمیده، اتاق نمیتواند بگه من بخش خصوصی ام فقط. اگر اونجوری بره سندیکای کارفرمایی تشکیل بده به عنوان سندیکای مستقل کارفرمایی، اون وقت میتونه موضع سیاسی هم داشته باشه، فشار هم میاد. این تلفیقه یکم کار سخت میکنه، یعنی باید بلد باشی که یک مورد یعنی کمک دست نظام باشی، دو مطالبه گر بخش خصوصی باشی. اما عملا اینطور نمیشه دیگه، چون یه طرف قضیه در واقع وجود نداره برای این هماهنگی. بخش خصوصی مستقل از حکومت و راندهای حکومتی در واقع معنی میکنه، اینقدر ضعیفه که نای قد علم کردد و مطالبه گری نداره بخش خصوصی که بره تو اتاق بازرگانی نقش داشته باشه که آقای حریری توضیح میده. حکومت نمیخواد بخش خصوصی قدرتمندی وجود داشته باشه به دو دلیل. یک، هرچه حاصل کار مردم در سفره اقتصاد مال حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی است که چگونگی تقسیم سهم سفره اقتصاد بلاد اسلامی رو تعیین میکنه. دو، قدرت گرفتن یک بخش خصوصی توانمند خب قطعا روی تصمیم گیری های کلان و سیاست های نظام مقدس اثر میذاره و این با موجودیت و با هویت نظام اسلامی حاکم تناقض داره. حتی چینش افراد، سازوکار اتاقهای بازرگانی رو که به شکل مسخره بهش میگن پارلمان، که خودش بهش میگه پارلمان بخش خصوصی، حتی چینش افرادش دست حکومته. هیچ وزیری بیشتر از آقای نعمتزاده تو چیدمان اتاق دخالت نکرد، هیچ معاون اولی بیشتر از آقای جهانگیری تأثیر تو اتاق نداشت. اینو به صراحت در چینش هیئت رئیسه، در چینش همه چیش، در دولت احمدی نژاد هم بودن، نمیگم نبود، در دولت دوم آقای احمدی نژاد ما با یه گروهی 7-8 نفر توی نمایندگان اتاق اعتراض بنده و اسکرات سایر دوستان بودیم که رفته بودیم. شب انتخاب هیئت رئیسه اتاق تهران معاون وزیر وقت زنگ زد. در کدوم دولت فرمودید؟ در دولت آقای احمدی نژاد. آقا اصلا آقای فریدون احمدی، من که کسی رو درباشی ندارم که اسم همه میگم، مهم نیستش کاری که شده اون میدونه کرده، منم میدونم کرده دیگه دعوا که نداریم. که زنگ زد به خود من که آقا از گروه شما یه سیت با میخوایم تو هیئت رئیسه بدیم. گفتم شما چه کاریت که میخواید یه سیت چیست؟ مگه رأی نمیگیرن اونجا بود 45 گفت نه 20 رأی دولتیه دیگه، ما تشمیم میگیریم. گفتم خوب باشه، حالا اگه چنین توافقی شده مناسباتش هم با تعداد رعی ها و تعداد صندلی هایی که داریم خیلی بی ربط نیست. خب ولی ما میگیم کی؟ گفتم دیگه نمیشه که اگه سیت مال منه که تو چی کاره میگی کی؟ فردا صبحش هم که نشستیم که انتخابات هیئت رئیسه بود، اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در دوره هشتم، فیلماش موجوده، آرشیواش موجوده، همه این حرفا رو گفتم. خدا بابا شما که نشستید اینجا فکر میکنید رای بدید. دیشب ایشون داشته میبسته به خود من زنه داده، آقا زدی یا نزدی؟ اگه نزدی بگو. بعد بودن میکروفون این آقا قطع کنی، گفتم تو میکروفون من قطع بکنی که صدا میکنه نمیتونه قطع بگم، من حرف هم دارم میزنم همه هم بشون. عدم شفافیت و راندخاری در اتاقهای بازرگانی در حدی است که اگر از واقعا باید اسمشو گذاشت گماشته ی حکومت در اتاق سوالی بشود درباره درآمد و هزینه‌اش که باید گزارش بده،
اگه ازش سوال کنید دادگاهیت میکنن. حریری میگه چون در جلسه اتاق از یکی پرسیدم که خرج و دخل تو بگو، منم که چون دادگاه برام پرونده کیفری درست کردم. اتاق هم در ضعیف ترین حالت تاریخ 40 چند سالش، یعنی ما بعد از انقلاب هیچ وقت اتاق به این بی‌اعتباری و فشلی در نزد ذینفعانش چه مردم و اعضای اتاق چه حاکمیت. شما بهش میگی آقا صورت‌های مالی تو منتشر، این که دیگه وظیفته، بده ببینم چی کار داری میکنی، چقدر در میاری، چقدر خرج میکنی، کجا خرج میکنی، این حرفا رو میزنی، میکشوننت به دادگاه. یعنی بنده در 63 سالگی برای اولین بار در عمرم پرونده تو دادگاه کیفری دارم به جرم نشر اکاذیب. یه مش احمق، یعنی اصلا نمیفهمن کجا نشستن. اگه بفهمن میدونن که وظیفه اونا اینه که به من جواب بدن به عنوان عضو اتاق، وظیفه‌شون اینه که اصلا اون چیزهایی که فراتر از قانونم هست منتشر بکنن، شفاف باشن. اما بهشون میگه آقا تو صورت‌های مالی تو اسناد ضمیمه‌ش هم بگو، یادداشت‌های ضمیمه صورت مالی رو مثل شرکت بورسی در این حد افشا کن، بگو ببینیم، بگو آقا ببینم تو چرا عضو هیئت رئیست ساختمون میسازه برای اتاق. الان اون ساختمونی که تو خیابون تخت طاووس ساخته شده، خیابون مطهری ببخش ساخته شده و خیابون پارکینگ اتاق رو داره یک عضو هیئت رئیسه اتاق میسازه. ببینین وقتی خود کارشناسای حکومت میگن اقتصاد کشور ما در این سالها همواره با مشکلات اقتصادی زیادی درگیر بوده است، به طوری که بهره‌وری در اقتصاد ایران به یک آرزو تبدیل شده و بیش از 2 دهه است که در رنکینگ، در رده‌بندی بهره‌وری آسیا در رتبه‌های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته ایم، اتاق بازرگانی ایران چه گلی به سر بازرگانان و تجار بخش خصوصی میتونه بزنه؟ هیچ وقت هیچ آمار قابل اعتمادی از میزان سهم بخش خصوصی، سهم بخش دولتی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور نداشتیم. چون حالا افزون بر فساد مزمن، اصلا بخش خصوصی تفکیک شده ای وجود نداره در ایران. وقتی شرکت‌های زیرمجموعه بنیادا و ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای و کارچاخکنای سپاه پاسداران همه به اسم شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی، به همه‌شو میگن بخش خصوصی، خب اصلا ارزیابی نمیشه کرد از میزان سهم بخش خصوصی در اقتصاد. بارها و بارها شنیدید کارشناسان اقتصاد در همین حتی سیمای آقایون که گفتن بخش خصوصی در ایران وجود نداره، آنچه از اقتصاد دولتی و بخشی که دولت میگه خصوصی اما خصولتی است، دست سرداران سپاه و خود حکومتی هاست، اغلب به صورت غیر مستقیم. یعنی فلان کارخونه رو مثلا دولت میفروشه به بخش خصوصی و واگذاری نمیدونم فلان بند قانون اساسی فلان، نتیجهش میشه یا 7 تپه که با سهم خواهی حکومتی ها استاندار و بقیه چند سالی دادن به اسد بیگیا درباره که بارها و بارها درباره این موضوع گفتیم، و بعد برگردوندن به خود دولت که حالا سرنوشتش معلوم نیست، همین دو هفته پیش برنامه داشتیم، یا برای مثلا اون یه نوع خصوصی کردن، یا برای مثال مخابرات به اسم خصوصی سازی دادن به ستاد اجرایی فرمان امام سپاه پاسداران، بنیاد فلان سپاه پاسداران. این که نمیشه بخش خصوصی که مستقل از حکومت. برای اینکه بدانیم اتاق بازرگانی صرفاً وسیله ایست برای حکومت که راندخاری و سوء استفاده و فساد رو گسترش بده، چون حکومت چیز مجرد از افراد حکومتی نیست که، تمام تلاش افراد حکومتی اینه که این اتاق بازرگانی ازش این بهینه استفاده کنن به عنوان مرکزی که بتونن هرچه بیشتر بچاپن. بیاین یه مقایسه میکنیم، بنیادش هم دست نمیزنن چون بنیادش به نفعشون، یه مقایسه بکنیم بین اتاق بازرگانی در ایران و در ژاپن. حالا درسته که وضع اقتصادی دو کشور قیاس محل فارقه، ولی چرا قیاس محل فارقه؟ یه نمونه، همین نمونه. درآمد اتاق بازرگانی کشور ژاپن توسط دولت پرداخت می شود.
این در حالی است که اعضای اتاق ژاپن به صورت خصوصی انتخاب می شوند. دولت دخالتی نداره. اما در ایران با توجه به اینکه دولت هیچ گونه وجهی به اتاق بازرگانی به طور مستقیم پرداخت نمی کند، اما در انتخاب اعضا دخالت دارد و این رویه هم تمرکز رسیدگی به وظایف اتاق و هم تصمیم گیری های اعضای اتاق را با چالش روبرو می کند. میزان مقبولیت هر سازمان و چگونگی عمل کرده آن را می توان از میزان استقبال مردمیان متوجه شد. تو همین انتخابات اسفند ماه 1401، انتخابات جدید اتاقای بازرگانی، 20% اعضاش هم شرکت نکرد. اتاقای بازرگانی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ جهان مانند ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی اصل را بر مبنای آموزش کسب و کارهای پربازده و سودده به مردم و آموزش راه‌های افزایش کیفیت محصولات تولیدی به منظور بهره‌مندی از قدرت رقابت با کالاهای دیگر کشورها و همچنین آموزش استفاده از تکنولوژی و ابزارهای روز، همش فیلتر تو ایران، برای گسترش حجم تولید و کاهش زمان تولید گذاشتند. پس از این آموزش‌های پایه، آموزش‌های اصول برقراری ارتباط با مشتری و بازاریابی و بازارسازی برای محصولات به تولید کنندگان داده می‌شود و در کنار این فعالیت‌ها اتاق بازرگانی به مأموریت اولیه خود در راستای تسهیل روند صادرات و حذف مشکلات تجار می‌پردازد. از آنجا که تولید کنندگان خود سرمایه کافی برای این کار ندارند، این امر به اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مرتبط مربوط می‌شود. برندسازی محصولات تولیدی کشور و حفظ ارزش و جایگاه آن در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از وظایف این نهاد است. و و و و و در ایران اما آنچه به اسم اتاق بازرگانی وجود دارد، اتاق خلوت راندخاران حکومتی است. یکی دو تا مثال بیارم که هی ادعا نکرده باشم فقط یا فقط صحبت‌های آقای مجید رضا، باور میکنین فامیلش یادم رفت، این هم ازش، آقای مجید رضا حریری، عضو چیز رئیس اتاق مشترک ایران و چین، فقط ایشون ادعا نکرده باشم، منم ادعا نکرده باشم. چند تا مثال: ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروست، خب ایشون بارها با رسانه ها مصاحبه کرده که اصلا عرض ترجیحی به دارو باعث قاچاق دارو میشه و بنابراین باید کلن حذف بشه. عدم حذف ارز ترجیحی، ارز 4200، متاسفانه به نظر من عوارض زیادی خواهد داشت. دلایلی که بر ادامه به اصطلاح تخصیص این ارز میدن اصلا دلایل منطقی نیست. طبیعیه که وقتی با نرخ دیگری داده بشه، مابه تفاوتش میتونه صرف حمایت از بیمار بشه. بحث این که در صورت گرون شدن نرخ ارز دارو گرون میشه باز به هیچ وجه صحیح نیست. اما صحیح بود، به محض حذف ارز ترجیحی دارو در تیر ماه 1401 خود حکومت اعلام کرد 20-30% به قیمت دارو افزوده می شود. این رقم افزایش علل حساب است و افزایش قیمت می تواند بالاتر تعیین شود. وزیر بهداشت هم با تأکید بر اینکه تولید کننده دارو باید سودش را از تولید دارو ببرد، گفت تولید باید برای تولید کننده به صرفه باشد. چرا ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، انقدر اصرار داشت و لابی میکرد که ارز ترجیحی دارو حذف بشه؟ و شد. چون 59 شرکت دارویی داره که 22 تا شرکت های وارد کنندن و در دو دولت گذشته به اندازه کافی ارز ترجیحی با نام این شرکت ها گرفته که امروز کنترل قیمت بازار داخلی رو در دست داره و بر واردات ترجیح میده. کیه که ندونه افزایش قیمت ارز و حذف یارانه ارزی به داروهای وارداتی اثر بلافاصله بر قیمت دارو میذاره؟ ارز ترجیحی، حتی کمک ها، سوبسیدهای دولتی به تولید دارو
اگه اینا قطع بشه که شد، بلا فاصله تأثیر میذاره به قیمت دارو، همینطور که الان داریم میبینیم. به محض اینکه عرض ترجیحی دارو قطع شد، قیمت دارو تو بازار رفت بالا. داروهای ضروری هم که باید از خارج وارد میشد دیگه تو بازار پیدا نشد. داروهای بیمارستان سرطانی مربوط به شیمی درمانی، بیماری های گوارشی مزمن، داروهای مربوط به روان پزشکی، اینا جزء داروهای رسما نایاب طبقه بندی شدن. گور بابای نیازمندان به این داروها و بیش از 10 میلیون فقیر بیچاره که حتی بیمه درمانی ندارن. یه مثال دیگه بزنم از سوء استفاده از اتاق بازرگانی. بدهکارای کلان بانکی، یعنی کسایی که با سپرده های خورد مردم بدبخت تو بانک گردنشون کلوف میشه، یعنی نمونه کیسان متعلق به محمد رضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که جزء بدهکاران کلان بانکی است. بر اساس اطلاعیه بانک اقتصاد نوین، مانده تسهیلات شرکت کیسون تا پایان سال 1400 بیش از 109 میلیارد تومان است. بانک دولتی توسعه تعاون هم گرچه لیست سال 1400 تسهیلات کلان خود را منتشر نکرده، اما در ردیف تسهیلات کلان سال 99 این بانک، شرکت کیسون تا پایان سال حدود 95 میلیارد تومان تسهیلات جاری داشته است. همچنین طبق اطلاعیه بانک توسعه صادرات، شرکت کیسون وابسته به محمد رضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی رقم قابل توجهی تسهیلات از این بانک دریافت کرده که تا پایان سال 1400 با عدم پرداخت اقساط سررسید شده، این تسهیلات در ردیف تسهیلات غیر جاری مشکوک الوصول جای گرفته است. طرف نایب رئیس اتاق بازرگانی قاعدتا باید سرمشق بازرگانان و تجار باشه و چگونگی تعامل با بانک ها و از اونها حسابرسی بکنه. بدهکار کلان بانکیه، کسی هم سراغش نمیره که هیچ. پروژه های خانه سازی جمهوری اسلامی در ونزوئلا هم بهش میدن تا صدها میلیون دلار بره تو جیبش. تنها نیست که این خورد مافیاها. یه نفر دیگه است که عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، غلام حسین جمیلی. این آقا 13 خرداد 99 به دلیل این دادنامه، یعنی حکم کتبی که درباره او صادر شده است، در 13 خرداد 99 به دلیل آدم ربایی و تجاوز به عنف از شعبه 1 دادگاه کیفری 1 زنجان 10 سال محکومیت زندان گرفت. در 13 خرداد 99 طبق حکمی که دیدین توضیح داده شده که چجوری یه خانومی رو که من جزئیات حال نمیخوام بگم، یه خانومی که طرح اشتغال داشته، طرح خواست شاغل بشه، طرح داده به اتاق بازرگانی زنجان و به ایشون که الان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هم. و ایشون که عضو اتاق بازرگانی زنجان بوده میگه پروژه تو بیار، پروپوزال تو به قول خودش بیار. میره دم خونش، خانم سوار میکنه که خب بریم پروپوزال رو بررسی کنیم. میبره خونه خودش، تو خارج از میکشونه خونش خارج شهر و اونجا میخواد بهش تجاوز کنه طبق گفته خانم که حالا از جزئیاتش گفتم بگذاریم. دادگاه بهش با تخفیف 10 سال حبس تعزیری میده، باید بره زندان. همین در همین تاریخ 13 خرداد 99، یه ماه و نیم بعدش در 30 تیر 1399 دیوان عالی کشور بخشی از حکمو که مربوط به آدم ربایی است فقط نقض میکنه و درباره تجاوز هم میگه که پزشکی قانونی من برای اثبات این مصیبت و جنایت این تیکه دیوان عالی کشور رو خدمتون بخونم. شعبه 39 دیوان عالی کشور دادنامه میگه که شکایت
فلانی علیه غلام حسین جمیلی بابت آدم ربایی رابطه نامشروع به عنف، موضوع شکایت خانم فلان با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد مستندات رأی صادر از اونجایی که فلان فلان فلان، 10 سال چون در دادگاه بدوی عرض کردم در دادگاه شعبه یک پرونده کیفری یک زنجان حکم 10 سال گرفته بوده، دیوان عالی کشور در تاریخ 30 تیر ماه 99 رأی میدهد که با توجه به موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 مجازات جرم آدم ربایی در هر صورت عنف و غیر عنف کاهش یافته و به حبس درجه 5 تقلیل یافته، حبس درجه 5 2 سال تا 5 سال بالاتر، یعنی میتونه زیر 10 سال باشه و قانون اخیر و تصویب مزبور از جهت اشتمال بر مجازات فلان عطف به ما سبق میشود، یعنی باید مشمول این هم بشه. لذا از این جهت از جهت آدم ربایی رأی دادگاه در این خصوص نقض اون 10 سال و مستندن بر اساس ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه هم ارز ارجاع می‌گردد. سایر بخش های پرونده با توجه به اینکه پزشکی قانونی فشار را تأیید ولی دخول را تأیید ننموده است در باره تجاوز، مطابق مقررات تشخیص و مستندات ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام می‌گردد و هر حال میره اونجا. من دیگه از عاقبت این پرونده خبر ندارم، منتها آقای غلام حسین جمیلی که خزانه دار اتاق بازرگانی ایران بوده موقع تشکیل این پرونده، این پرونده که تشکیل میشه با حفظ سمت میشه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم. خوش آمدید آقای کلانتری به امشب صفحه آخر. ببینید بی تردید اگه من بخوام درباره تک تک اعضای رئیسی اتاق بازرگانی بپرسم نه فرصت کافی برای شنیدن جوابهای ارزشمندتون داریم، برنامه زود تموم میشه، نه به پرسش های دیگه میرسیم. ولی همین نمونه ای که عرض کردم، غلام حسین جمیلی خزانه دار اتاق بازرگانی و عضو هیئت رئیسه، این چه ارتباطی با اون بالا بالاها داره که قوه قضاییه حکم 10 سال زندان به جرم تجاوز بهش میده؟ عرض کنم که ببینید، بله بعد جایزه میگیرم. بفرمایید. عرض کنم که ببینید این آقای جمیلی فقط این پرونده که شما میگید نداره. ببینید ایشون ارتباطات ویژه‌ای با به اصطلاح عناصر مرتبط با آقای آملی لاریجانی داشته. ایشون 3 تا پرونده داره که 2 تاش توی دادگاه کیفری 2ه و این پرونده دادگاه کیفری 1 بوده. اون یکی دادگاه اتفاقا مرتبط با مأموریت های اتاق، یکیش استفاده سوء استفاده از 150 کارت مجعول برای مهندسی انتخابات اتاق بازرگانی زنجانه که ایشون همیشه رئیس میشده دیگه با این به اصطلاح مهندسی که اونجا راه انداخته بوده با این کارت ها. یکی دیگر از پرونده که داره تغییر کاربری زمین های کشاورزی و تبدیل اون به ویلا باغ ویلا این هاست. ایشون انقدر مرتبط بوده که حتی در زمان ریاست آقای آملی‌لاریجانی هیچ برخوردی نمیشه. وقتی که آقای رئیسی میاد یه چند روز ایشون رو بازداشت میکنن به خاطر این پرونده های متعدد و این دوستان آقای ابراهیم بوتشکن هم هورا و هوار کردن و خوشحالی که خب دیگه ابراهیم بوتشکن اومد و عدالت رو اجرا میکنیم و که این همه چند روزی طول نکشید و ایشون با وثیقه اومد بیرون. ساختار نهاد قوه قضاییه ما هم که شما شاهد هستید همیشه طرفدار زر و زور بوده، یعنی با اصحاب زر و زور همیشه مثل یک پدر ژپتوی مهربان برخورد کرده و برعکس وقتی به مردم عادی میرسه مثل حال که شکست ناپذیر عمل میکنه. ایشون هم مستثنا نیست، حتما با این روابطی که داره، حتما با این پولی دارن، حتما با این بسیار شبکه بزرگ مافیایی که تو بحث سرب و روی با عموی خودشون ابراهیم جلیلی تشکیل دادن در اون خاصگاه سرب و روی ما در استان زنجان، قطعا هیچ به فرجام و سرانجامی نمیسته. مثل همین حتی اون رأی بدوی هم که شما میدید بهشون دادن خیلی تخفیف دادن،
یعنی این جرمی که اومده توی دادگاه کیفری یک مراحل خیلی سختی داره که بر صورت منتج شده به اینکه رأی دادن. اگر یه آدم عادی بود حتما کشیده بودنش بالا، اصلا دیگه بهش فرصت نمیدادن. متو ایشون این اومده بعدم رفته تو دیوان، اون اتفاقات افتاده دیگه و سرانجامی هم نداره، مثل همه پرونده این کاپوهای مافیای اقتصاد کشور. ببینید کسایی که الان عضو هیئت رئیسی اتاق بازرگانی، یعنی تو همین دوره به اصطلاح انتخاب شدن در با انتخابات اسفند 1401، اینا به کجا وصلن؟ یعنی میخوام ببینم دولت ها با آمد و رفتشون، مثلا الان دولت رئیسی سر کار، مثلا اینا زائده دولت رئیسی هن یا نه، مثلا الان هیئت رئیسه مثلا یک مجموعه ایست در برگیرنده از این خورده مافیاهای مختلف. عرض کنم خدمتتون که ببینید، اولا با توجه به این یک ماده 5 هست در تشکیل اتاق ها، این ماده خیلی مهمه، میگه اصلا این اتاق برای این تشکیل شده ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات کشور. خلاص، یعنی اصلا ما چیزی به بخش خصوصی نداریم با توجه به این ماده قانونی. اینهایی که میان ببینید روال، حالا من به ارتباط این آدم کار ندارم، منتها روال دولت ها همیشه اینجوریه که در اون اولین دوره انتخابات اتاق ها معمولا مداخله نمی کنن، اما در دوره دوم خیلی بیشتر مداخله می کنن. این معمول این دولت هایی که بوده. اما آقای رئیسیش چرا کم مداخله کرده در حالی که 20 نماینده داره؟ یعنی الان هم یه 40 به 60 سال بگذاریم از اون شورای عالی نظارت که اصلا دست دولته و قادر مطالعه به اتاقای بازرگانی، اتاقای بازرگانی هیچ کارن در واقع با اون شورای عالی نظارت. ببینید دلیل شاید ولی دوم ببخشید ولی ترکیب یه رئیس 60 نفر است و 40 تا 20 تا سهم دولته، 40 تا سهم مثلا بخش خصوصی. خب بفهم در این انتخاب مثلا انتخاب عرض کنم خدمتتون که دلیل دوم که شاید دولت رئیسی دلیل دوم اینه که این تیم اقتصادی فشل آقای رئیسی و حتی خود اون دولت آقای رئیسی به نظر من اصلا هیچ اهمیتی هم به اتاق نمیدن، اصلا برشون مهم نیستش که مثلا کی بره تو اتاق یا کی نباشه، چون اونجا دارن کاراشون رو میکنن و هیچ شاید اینها هم همشون به اصطلاح نقش مشورتی دارن و کاری نمیتونن بکنن برای اقتصاد، مگر اینکه همون از رانت اطلاعاتی و سهمای خودشون رو بتونن بگیرن. برای همین این که حالا میگن در این دولت دخالت کمتر کرده، این دلایلی بود که گفتم که چرا دخالت کمتر کرده، نه اینکه نمیخواسته، های شاید در دوره بعدی انتخابات بیاد بیشتر دخالت کنه. ببینین اتاقای بازرگانی 3 یا 4 اصطلاحاً 4 در 1000 از درآمد شرکت ها میگیره برای صدور و تمدید کارت بازرگانی و در واقع شرکت اصلا وقتی که کارت بازرگانی بخواد این 3 در 1000 هست. این حالا با جزئیاتش این وسط چقدر خورده میشه، یعنی رقم واقعی و دریافتی درآمد 4 در 1000 40 شرکت بزرگ که دارین الان میبینین به روایت اتاق بازرگانی ایران و تفاوتشو ببینین دیگه چقدر این وسط خورده شده. هیچ جام ثبت نشده که کی برده و کی خورده. نتیجه ای که به رسانه راه پیدا کرده با همین جدولی که دارین میبینین، گم شدن بیش از 1500 میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی است. خب سرنوشت 1500 میلیارد تومان که افشا نشده، آیا اصلا در ساختار فعلی آقای کلانتری عزیز می شود جلوی این فساد عجیب غریب رو گرفت؟ عرض کنم خدمتون ببینید که اتاقهای بازرگانی
علاوه رغم اینکه سردمداران اینها در هر دوله‌ای بودن، حالا یه دوره انحصاری 20 خورده ای سال که آقای خاموشی بوده اونجا، بعد حالا تغییراتی که داده، بارها از شفافیت گفتن، از مبارزه با فساد گفتن، سمینار گذاشتن و تماما از مثلا سیاست‌هایی که عدم شفافیت دولتی‌ها گلگی می‌کنن، در حالی که تاریک‌ترین بخش اقتصادی به نظر من خود همین اتاق بازرگانیه. تو این 40 و چند سال فقط 2 سال، یعنی سال 98 و 99 اینا اومدن صورت‌های مالی منتشر کردن، هیچ موقع صورت مالی منتشر نکردن. در همین 2 سال بود که نتیجه شد این خروجی، این گزارشی که اومدن به خبرنگار روزنامه فریختگان را بررسی کرد، دید که فولاد مبارکه در اصفهان میگه مثلا سال 98 من 124 میلیارد تومان از اون سهم 14000 پرداخت کردم به اتاق بازرگانی، اما در صورت مالی اتاق که همین 2 سال 98 و 99 منتشر شده، اومده که درآمد کل اتاق 99 میلیارد تومان بوده. ببین یه دونه شرکت مبلغش خیلی بیشتر از کل درآمدی که اتاق داره اعلام میکنه. اینا اومدن 40 تا شرکت رو بررسی کردن به عنوان نمونه، در حالی که حداقل ما 500 تا شرکت خوب داریم، 500 تا شرکت هایی که میگن خودشون هم میگن شرکت های برترن که اینا سهم 14000 میدن. اینا اومدن بررسی کردن 40 تا رو به این رقم 1500 میلیارد تومان رسیدن که گم شده و کسی هم زیر بار نمیره. اگر همه شرکت ها صورت های مالیشون بررسی بشه، سهم 14000شون مشخص بشه، مطابقت داده بشه با صورت های مالی اتاق، نمیدونم چه رقمی میاد. شاید باید یه رقمی بیاد که رکورد شکنی کنه تمام این رقمایی که این مدت ما در خصوص مفاسد اقتصادی شنیدیم. ببینید طبق آمار رسمیشون از حدود 45 هزار کارت بازرگانی 17 هزار تاش مال اتاق بازرگانی تهرانه که تعدادی از این کارت ها نه فقط در تهران، منظورم در مجموع، اجاره داده میشن که بر طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوع اجاره دادن، واگذاری اجاره دادن، فروش کارت بازرگانی اینا. هیچ ارگان دولتی تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای رو اعلام نمی کنه. سازمان امور مالیاتی کشور فقط میگه استفاده کنندگان از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای 12000 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارن. یعنی این سفره فساد اصلا چیز عجیبیه در جمهوری اسلامی. حدود 2 سال پیش بود فکر می‌کنم آقای کلانتری بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تو دست یه عده از هنرمندان و بازیگران معروف سینما و تلویزیون و اهل موسیقی و اینها هم مطرح شد. اینا واقعا همیشه برام سوال بوده که این کارت بازرگانی رو به چه دلیل و از چه طریقی گرفتن، اجاره کردن و چه استفاده ازش کردن. یعنی یه هنرمند سینمای، خواننده موسیقی سنتی و مناجات خان که تو همین لیست هست، چه نیازی به کارت بازرگانی میتونه داشته باشه؟ عرض کنم خدمتتون که ببینید این قصه واقعا پرغصه، این کارت‌های اجاره‌ای از سال 92 به بعد ما بارها توی رسانه هم شنیدیم صحبت از یک پیرمردی شده در فلان روستا، از یک پیرزنی حتی که دیگه خیلی مشهوره در یک روستای نقطه صفر مرزی که 700 پرشه آورد و مالیاتشو نداده، و این صحبتایی که بوده در رسانه و همین بدهی‌ها و فرارهای مالیاتی و اینها. اما در خصوص هنرمندان یه تفکیکی هست که حالا اینا هم انقلت میکنن توش، من میخوام اینو بگم. ببینید کارت های بازرگانی 2 نوعه، یه نوع یکیش اسمش کارت عضویت در اتاق ها، یکیش هم کارت بازرگانی. کارت عضویت با کارت بازرگانی تفاوتش اینه که با کارت بازرگانی در واقع باش میشه صادرات و واردات انجام داد، یعنی کارتیه که باش مجوز اما با کارت عضویت نمیشه. اما شرایط، یعنی شرط اصلی گرفتن اون کارت بازرگانی همین کارت عضویت بازرگانیه. به بیشترین استفاده‌ای که از این کارت بازرگانی در واقع میشه برای این بوده که به نظر من این میرسه که برای
مهندسی انتخابات بوده، یعنی اینکه چون اعضا تا البته قبل از این قانون جدید، ببینید دو ماه قبل از این به اصطلاح انتخابات اسفند ماه شورای عالی نظارت میاد یه قوانین جدیدی وضع میکنه که در واقع با این قوانین جدید دیگه این آدم هایی که به عنوان هنرمند و روزنامه نگار و نمیدونم با عناوین مختلف کارت گرفتن در واقع نمیتونن رأی بدن و در واقع غیر قابل استفاده میشه. حالا شاید استفاده دیگه هم میکنن نمیدونم، شاید مثلا به قول یکی از همین بازرگانا میگفت که مثلا میخوام برن یه جا ویزا بگیرن با همین کارتا، مثلا میگن آقا ما بازرگان هم هستیم، شاید تسهیل بشه در ویزا دادن براشون، یا استفاده دیگه نمیدونم. اما قریب به یقین بیشترین استفاده که میخواستن ازش بکنن برای انتخابات و مهندسی انتخابات بود که با اون مصوبه شورای عالی نظارت در واقع از بین رفت، نتونستن استفاده کنن و بعدم اومدن دوباره شلوغ کردن، گفتن که نمیشه رأی داد که با توجه به قوانین جدید بود، بگه نه روال قبل بود که همینا هم می اومدن روز انتخابات میدید میآوردید تو کادر هم میذاشید، 4 تا فیلم هم میگرفتین، گفتین اینا سلبریتی ان اومدن رأی بدن دیگه. انتخابات منظورتون انتخابات اتاق بازرگانیه یا؟ بله انتخابات اتاق بازرگانی دیگه. ببین اعضا میتونستن رأی بدن. بله. در این دوره جدید این قوانینی که از گذاشتن گفتن هر کسی که عضوه در صورتی میتونه، یکی از این شرایط این بود، در صورتی میتونه رأی بده که 15 میلیارد تومان فروش داشته باشه. بله. یعنی کار تجاری کرده باشه. همین قانون جوری شد که آقای مسعود خانساری که 8 سال رئیس اتاق تهران بوده، ملک و تجار تهران بوده، حذف شد، نتونست حتی به عنوان کاندیدا شرکت کنه، بعد نتونه رأی بده چون که نداشت این شرایطو. یعنی در واقع خودش جزء تجار به حساب نمیاد آقای مسعود. تاجر نبوده دیگه. تاجر بله ملک و تجار تهران تاجر نبوده. این خیلی عجیبه دیگه. این دیگه از ببینید این انتخاباتی که شما میگین که از این کارتای اجاره‌ای اساساً به فرمایش شما استفاده کردن برای این انتخابات، بعد نمیدونم تیرشون به سنگ خورده، هر چی، حالا توضیحات شما به اندازه کافی روشن بود. ببینین چقدر مگه اتاق بازرگانی از طرفی میگین فشل خودش، حریری هم گفتم اینا در سیاه ترین دورشه، نمیدونم حالا نمیدونم سفید ترین دورش چه بوده، ولی سوالم اینه که هیئت رئیسه اتاق بازرگانی که اینقدر این خرد مافیاها تو سر هم میزنن برای اینکه بشن عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، چه امتیازی داره؟ چقدر موقعیتشون رو برتر میکنه نسبت به موقعیت که الان دارن؟ خواهش بود عرض کنم خدمتتون که مهمترین امتیازی که برای این افراد داره رانت اطلاعاتی که در اتاق وجود داره، در هیئت رئیسه اتاق وجود داره. ببینید هیئت رئیسه اتاق به عنوان عضو در بیش از 80 تا به اصطلاح شوراهای مرتبط با اقتصاد کشور عضو هستند. یکیش مثلا شورای پول و اعتباره، نمیدونم شورای گفتگو دولت، هیئت امنای صندوق رفاه، شورای عالی بیمه، شورای هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی کار، اصلا یه لیست بلند بالاییه. اینها بیشترین استفاده که میکنن یکیش همینه، همین رانت اطلاعاتیه. ببین دومین استفادهش بعد از برجام دیگه مشخص شد. ببین هیئت‌های تجاری می اومدن، هیئت‌های تجاری که می اومدن، مثلا هیئت تجاری اومده از یک کشوری مثلا فرانسه، مثلا نمیدونم انگلیس، چند صد نفر آدم هم. اینها آدم ها رو ور می داشتن، مثلا اولین کسی که با اینا برخورد می کنه، اینا اومدن تجارت کنن دیگه، اومدن می خوان کار کنن دیگه. اینها مثل یه میوه، مثلا یه سبد میوه خوبی که باشه، اینا سرگل این میوه های این سبد ها رو برای خودشون جدا می کردن، بعد اون تو هرچی میوه لهلوی چیزی هم مونده بود اونو مثلا پاس میدادن سمت بقیه تجار. برای همینه که اصلا رغبت ندارن، 80% مجبورن که میان کارت عضویت میگیرن اینا، چون میخوان کارو بازرگانی کنن و نمیتونن بدون اون کار، و
اگر اینا اصلا کارت هم نمیگیرن، اگه یه روز بگن آقا این شرایطو وردن اصلا نمیگیرن. این دومیش یعنی اون رانتی که از اون لابی که میکنن با هیئت‌های خارجی، در حالی که باید لابی کنن برای تمام اون مجموعه، نه فقط برای خودشون. این دومیشه. سومیش هم اینه که اینا چون مرتبطن با مدیران دولتی در حوزه هایی که خیلی مرتبطه به اینها و اینا اونجا گیر دارن، یکیش کجاست؟ مالیات. اینا همه با مالیات درگیرن. دو، بیمه. این دوتا خیلی مهمه براشون. در دوره های قبل در همین اتاق ما داشتیم دبیر کلی بوده که باندی را انداخته بوده برای اینکه مثلا بره پرونده های مالیاتی و بیمه اعضا رو کارشاه کنی کنن و رقمش رو بیارن پایین و رفع کنن، در واقع یعنی حق حتی دولت رو اینا هم تضییع کنن. این هم یکی از به اصطلاح خصوصیات بود. اتاق بازرگانی اصفهان هم همین جور بود که ما گزارش مفصلی یه بار دربارش دادیم. دقیقاً همین گم کردن رد مالیات در واقع. خب بله، در همه اتاق همینه دیگه، اتفاق میفته. حالا تهران ما مثال میزنیم، نبوده در اتاقهای دیگه هم همین اتفاق میفته. بهتر میگن چون مرتبطن با اینها، جلسات مدام دارن اونجا به صورت طرح دوستی و میگه بیا تا گل برافشانیم و خلاصه کارهای دیگه میکنن که به نفعشون باشه. وقتمون متاسفانه تموم شد آقای کلانتری، بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه. بریم پرده آخر. ابو هاشم جعفری گفت رفتم خدمت امام هادی، دیدم هندی داره صحبت میکنه با هندیا. گفت من یه خورده تلو تلو رفتم، گفتم این همه لهجه، این همه گویش، این همه زبان. امام میگه من همه اینا رو تفکیکم میدونم. حضرت از این کم آوردن من رنج برد، یه دونه سنگی رو برداشت، سنگریزه گذاشت تو دهنش، گفت به آب دهن حضرت مخلوط شد، گفت بیا جلو بیا جلو، گذاشت تو دهن من. گفت همینو گذاشت تو دهن من، 70 زبان مسلط شدم، اولیش هندی. اولیش هم هندی. شب روزگار خوش.